ایران اسمتو گذاشتی ایران صدات یه چیزی بگو ببینم صدا داری. الو سلام مارو جان، خوبی؟ سلام، خوب هستی؟ خیلی ممنون. من در مورد این آقای امید دانا میخواستم خدمتتون بگم به نظر من ایشون در خیلی موارد حرفاش درسته، ولی نوع بیان کردنش یه خود شاید ایراد داره. ولی در مورد مثلا حضور ایران توی سوریه، عراق، در مورد زبان فارسی، نمیدونم تدریس به زبان فارسی، در مورد ایرانگرایی، در مورد این چیزها حرفاش اشتباه، در مورد پوزیسیون حرفاش واقعا اشتباه نیست. و متاسفانه اکثر ما ایرانی ها اکثرا اینجوری تلقین میکنیم که امید دانا از جمهوری اسلامی داره طرفداری میکنه یا طرفدار جمهوری اسلامیه، که در اینجوری نیست. ایشون طرفدار جمهوری اسلامی نیست. حرفش اینه که در مقابل این اپوزیسیونی که خیانتکاره، بی ارزه است، یا هرچی که اسمشو میخوای بذاری، جمهوری اسلامی رو من ترجیح میدم به این اپوزیسیون. و حرفش هم کاملا درسته. جمهوری اسلامی با وجود اینکه بده، درسته که بده، نمیدونم حقوق بشر رو رعایت میکنه، ولی شما ببینید توی جنگ ایران و عراق از چجوری از تمامیت ارضی‌ها خوب دفاع کردن. یعنی همین پاسدارا رفتن شهید شدن، جنگیدن، معلول، مفقود الاثر، در صورتی که ما اپوزیسیون، ما ای که ادعا میشه ما به در رفتیم از ایران، کدوممون رفتیم به جنگی؟ ولی پاسدارا وایسادن جنگیدن. در اصل حرفش در کل اشتباه نیست، حرفی که میزنه. خب ببین تو الان بله بگو حرفت تموم کن. نه چند وقت میشم من داشتم چند ماه پیش حرفای شما رو گوشم، یه برنامه گذاشته بودید راجب زبان، که مثلا که رفتش میدادید به نجات پرست بودن امید دانا، که به نظر من اونم درست نیست، چون حرفی که در مورد زبان فارسی میزنه درسته. شما وقتی که در یک کشور زندگی میکنید، من این حرف رو نزدم، من حرفی که زدم در برای موقعی بود یهودی سیسیزی ایشون بود. ببینید باید اون دقیقا حرف رو که زدم رو بیاریم، برای اینکه من علکی به کسی حرفی رو نجات پرستانه نمیدونم. من اگه یه نفر بیاد من خودم حتی توی یه سری برنامه‌ای گفتم که مثلا ببین شما الان 20 تا 30 تا چیز مختلفو گفتیم، ما تک تک اینا رو میتونیم خودشو بکنیم یه برنامه. من نمیدونم یکیش باید تمرکز بکنیم، میدونی به این گشکلاب میگن. یعنی شما الان 20 تا موضوع رو مختلف با هم گفتین، من اگه بخوام درباره هر کدوم از اینا با شما مناظره کنم خودش هر کدومش یه ساعتی طول میکشه. ولی همین آخری رو هم که گفتین، اتفاقا من تو یه سری از برنامه‌ای هم گفتم که مثلا من اگه بگم که امید مثلا حرف نژادستیزی زده، خیلی حرف خاصش رو گفتم، همه حرفاش رو نگفتم. اتفاقا من دیدم خیلی از کسا میان این کار رو میکنن. من یه حرف خیلی خاص امید دانا رو میگم، این نژادستیزی بوده، بعد میام میگه نه امید این حرف رو میزنه و این حرف نژادستیزی نیست، در صورتی که من اون حرفش رو نگفتم نژادستیزیه. خب تو کدوم حرف امید رو گفتی؟ من گفتم نژادستیزیه؟ برنامه تون در مورد چیز بود، در مورد اینکه امید دارا میگفت زبان کردی یا مثلا آذری، ترکی، اینا نباید تدریس بشه. خب ببین من نگفتم نه ببین برنامه رو، خب ببین تا کل برنامه درباره یه چیزی بود، ولی احتمالا من یه چیز خیلی خاصی رو گفتم نژادستیزیه، چون اتفاقا تو یه سری برنامه های دیگه من خودم از مهمونمون نقد کردم که این مثلا ممکنه به ضرر کرد زبان ها و آذری ها باشه که از بچگی زبون از اولی که یاد تو مدرسه یاد میگیرن فارسی نباشه، ممکنه باعث سخت بودن کار گرفتن تو تمام کشور برای اینا بشه. خب یعنی من این نقد رو خب اگه من بگم، اگه شما ادعا میکنین که من این حرف امید دانا رو گفتم نژادستیزیه، یعنی شما میگین که پس اون سوالی هم که من سوال خود منم از یکی از مهمانای دیگه‌مون حتما نژادستیزی بوده. یعنی من خودم ادعا کردم که منم نژادستیزم. یعنی من احتمالا شما من باید وقتی امید دانا یه حرفش میگم نژادستیزی، یه چیز خیلی خاصی رو اشاره کردم، نه کلیت اون برنامه رو در نظر نگیرید. خب ولی چیزای دیگه هم، خیلی چیزای دیگه هم رو شما گفتین، نمیخواین روی یکیش تمرکز بکنین؟ نه حالا شاید اون من اشتباه شنیده باشم، ولی در کل تو برنامه شما داشتید کلا این حرفشو، چون این حرفی که میزنه درسته، که میگه
زبان کردی، شما نمیتونید زبان کردی رو در یک منطقه خاص از کشور مثل کردستان به زبان کردی در دانشگاه مدرسه. من هیچ پیش وقتی کسی من یه هیچ وقت یه کسی فقط به خاطر پیشنهاد این حرف هیچ وقت نمیگم کسی نژاد ستیزه. اگه گفتم حالا شاید من اشتباه شنیده باشم ولی شما کلا داشتید نقد میکردید اینو که این حرفش اشتباه است، درسته؟ داشتی میگفتین که چرا نباید اون به کردی نمیدونم تدریس بکنه، چرا نباید اون به آذری تدریس بکنه، بعد مثال میزدید از کانادا که در کانادا شما میتونید مثلا به زبان فرانسوی درس بخونید. نه یادم اومد گفت نه من یادم اومد من چیزی که داشتم نقد میکردم اینه بود که ببین داری درست توضیح نمیدی که چیزی رو من گفتم. خب چیزی رو که داشتم نقد میکردم این بود که امیدانا میگفتش که تو کشورهای دیگه هیچ وقت همچین اجازه رو نمیدن. خب یعنی شما میای میگی تو ایران خب داری مثلا کردیا اجازه دارن که مثلا اگه بخوان کردی هم یاد بگیرن ولی درسای اصلی رو باید به فارسی یاد بگیرن و این یک چیز مقدسه تو همه کشورها. خب و این یه چیزیه که توی کشورهای دیگه چوب تو آسانی کنن اگه بیان مثلا اصلا بیان حتی پیشنهاد بدین که مثلا به زبونه مختلف، یعنی این زبون ملی یک چیز مقدسیه که تو کشورهای غربی. آقا یار میخوام بذار من حرفم تموم بشه یه لحظه ببخشید. خب من گفتم این حرف اشتباهه. خب برای اینکه ما خیلی مثال داریم از کشورهای دیگه که این حرف درست نیست و اون موقع من مثال مثلا کانادا و کشورهای دیگه رو زدم. خب ما مثال داریم. خب یعنی من میگم من سوالم این بود که اگه امید بیاد مثلا میگه که آها تو فلان جا اگه اینطوریه این یه جوری فکر میکنه مثلا خدای ما کشورهای غربیه. خب یعنی یه جوری فکر میکنه که مثلا ما کشور غربی رو میپرستیم اینا هر کاری بکنن ما میگیم درسته، در صورتی که ما کشور غربی رو هم خیلی نقد میکنیم. یکی این، یکی دیگه میگه اگه میخواد بیا مثال بزنه کشور خودش یه جوری حرف میزنه انگار هر کشور غربی درست میکنن اگه اونا چون از لحاظ دموکراسی از نمره 100 از 100 صد میگیرن پس اگه اونا یه کاری رو میکنن پس ایران جمهوری اسلامی هم حق داره هر کاری میخواد اونجوری اون کار انجام بده. خب در صورتی که هر موقع که میاد مثال میزنه از کشورهای دیگه که مثلا یک زبانی رو اجازه نمیدن درس داده بشه هیچ وقت نمیاد مثال بزنه مثلا کشورهای غربی که اتفاقا مثلا دو زبانه هستن یا سه زبانه هستن و میان کاملا اجازه میدن که تو کشور مثلا به دو تا زبان کاملا مختلف درس داده بشه. خب چرا اونا رو مثال نمیزنه؟ حالا چیزی که بخواستم میگم این حرفی که امید دانا میزنه کاملا درسته. یعنی شما توی کشورهای غربی مثلا توی همون کانادا شما توی دانشگاه نمیتونی بری به زبان سرخ پوستای کانادا درس بخونی. میتونی؟ نمیشه. اگر شما انگلیسی میری درس میخونی یا فرانسوی میری درس میخونی انگلیس یا فرانسوی اینا زبانهای بین المللی هم. بعد ببخشید بر اساس درصد جمعیت خب اون کار غیر منطقیه که بیا به زبان بومیان کانادا بیان درس بدن تو مدرسه. خب ما تو اون برنامه هم اگه شما دقت ببینید شما دقت نکردین تو اون برنامه. خب ما اومدیم درصد جمعیت رو مثلا تو کانادا نگاه کردیم ببینید شما خیلی غیر منطقیه که بیاین مثلا بیاین بگین که زبان رسمی کشور خب بخوایم بکنیمش مثلا دو زبانه یا سه زبانه و زبان دومو بذاریم زبانی که مثلا 1% یا 2% مردم جمعیت مردم حرف میزنن. خب خیلی کار مسخره ایه. من معلومه که این کارو نمیکنن، این یه پیشنهاد خیلی مزخرفیه. خب درصد کسایی که تو کانادا فرانسه صحبت میکنن خیلی بیشتره. من اگه بخوام بکننش تو زبانه بعد از انگلیسی بعد فرانسه زبان دوم بشه. خب معلومه که زبان بومیا رو زبان دوم رسمی نمیکنن. خب خیلی کشور مثال دیگه داریم. خب مثلا توی فیلیپین زبان رسمی دوم زبان همون انگلیسیه، زبان رسمی اول تگالوگ زبان رسمی دوم انگلیسیه. بر اساس درصد جمعیت میان اینا رو انتخاب میکنن. یعنی خب ما هیچ وقت هم انتظار نداریم که توی ایران بیان یک زبانی رو که مثلا تو ایران 2% مردم حرف میزنن بیان بکنن زبان رسمی دوم. خب من حتی اون موقع هم نمیگم این کارو باید مثلا ایران بکنه. مثلا فرض کنیم میگه خب بر اساس درصد بگیم زبان رسمی دوم ایران باید بشه مثلا کردی، مثلا من نمیگم باید بشه. خب من نمیگم این کارو خوبی یا نه، شاید هم اتفاقا کار بدی باشه، شاید به ضرر کردیا باشه برای که درصد پیدا کردن کارشون مثلا سخت‌تر بشه، ولی این مغلطه است که بیایم بگیم که این کشورهای دیگه هیچ وقت این کارو اجازه نمیدن، این مثلا یه چیز مقدسیه براشون که اجازه نمیدن. چون اجازه میدن مثلا زبان دوم سوم هم داشته باشه ولی بر اساس درصد جمعیته. خب و ما درصد جمعیت این کشورهایی رو که زبان دوم و سوم دارن و من این مقایسه کردیم با درصد کسایی که تو ایران کردی و مثلا ترکیه اینا صحبت می‌زدیم، گفتیم اگه بر اساس درصد جمعیت باشه
اگه فقط اینو ملاک قرار بدیم، خب ایران هم اون وقت بر اساس این استاندارد میتونست مثلا زبان دومش کردی قرار بده. نمیگم کار خوبیه، میگم نمیدونم کار بدیه یا کار خوبیه، ولی این روش، این حرفی که امید میزد کاملا اشتباه بود. اینا اینجوری نیست که مثلا تو همه کشورهای دموکراتیک زبون مادری، زبون یک زبون رسمی رو بخوان بکنن، انقدر براشون مقدسه که هیچ وقت اجازه ندن زبون دوم داشته باشن. تو من میگم که خب نه، ببین زبون فرانسه رو کردن زبون دوم، تو میگه اه زبون بومیاشو نکردن زبون دوم. خب مگه دیوانن؟ اگه بخوام زبون بومیاشو بکنن زبون دوم، خب مثلا ما 300 تا زبون مختلف داریم، برای هر کشوری باید 300 تا زبان رسمی داشته باشه. خب این چه ملاکیه؟ حرفی که امید دانا میزنه، شما الان کشور مکزیک و کشور بلژیک رو اگه نگاه بکنید 3 زبان داره، درسته؟ خب زبان هلندی، زبان فرانسوی و زبان آلمانی، 3 قسمت هم. قسمت آلمانی زبانش خیلی کوچیکه، یعنی یه درصد خیلی کمی دارن. چند درصد؟ ولی بزرگترین معضلی که الان توی بلژیک به وجود اومده همین مشکل زبانه. یعنی به خاطر همین مشکل زبان احتمال داره که بلژیک تا چند وقت دیگه تجزیه بشه، به 3 کشور تبدیل بشه، یا حتی یه قسمتش بره داخل خاک فرانسه، یه قسمتش به هلند برگرده. خب پس این حرف خودت این حرف خودت نشون داد که امیدانه اشتباه داره میکنه. خب این حرف خودت داره نشون میده که امیدانه اشتباه میکنه، چون تو میگی امیدانه اومده گفته که اگه شما بیاین مثلا زبان رسمی رو مقدس حساب نکنین، حتی تو کشورهایی که مثلا دموکراتیک هستن و ما غرب پرستا اینا رو مثلا خود انگار هر کاری اینا میکنن و خدامون میدونیم و اینا رو وحی الهی میدونیم، حتی تو این کشورها هم هیچ وقت مثلا این کارا رو نمیکنن. اتفاقا خود الان مثال زدی که تو بلژیک اتفاقا حتی یک زبونی هم که درصدش مثلا نمیدونم چقدر درصد آلمانی زبان خیلی شاید خب. 2-3% باشه بذارینم، یعنی نسبت خب آلمانی. نه ببین تو میگی پس تو خودت داری میگی اتفاقا این کارو میکنن، خب و تو میگی این کارشون غلطه. خب حالا یا غلطه یا درسته، من که نمیگم حتما باید این کار باشه، ممکنه غلط باشه، ممکنه درست باشه، ممکنه بعضی جاها این کار خوبی باشه، بعضی جاها کار خوبی نباشه. خب ممکن ببین حتی تو کانادا خب که این کارو کردن، اتفاقا دولت تصمیم گرفت به خود مردم بگه ما این کارو بکنیم یا نکنیم، مردم رأی دادن خب بکنیم. خب ممکن اگه رأی میدادن که نکنیم خب بهتر بود که نمیکردن. خب ولی ببین بعضی جاها ممکنه حرف خوبی باشه، حرف خوبی نباشه. تو الان داری میگی این کار خوبی نیست، این باعث تجزیه و فلان و بهمان میشه. موضوع من اینه که امیدانا که میاد ادعا میکرد که این یه چیز مقدسه که هیچ کشور دیگه انجام نمیده، تو خودت الان اومدی ادعا کردی که اتفاقا تو بلژیک این کار انجام میدن. نه من نگفتم، نه انجام میدن، منتها برای زبان آلمانی، انگلیسی، فرانسوی. خب برای این زبان میگی امید میگه نه برای زبان بومی و سرخپوستی. یا شما برید توی بلژیک، مناطقی داره که یک اصلا یه زبونی صحبت میکنن که خود بلژیکی هم نمیفهمن، ولی اونو نمیرن تو دانشگاهشون درس بدن. ببین فرانسوی انگار متوجه نیست من. تو متوجه نیست من دارم چی میگم. بفهم تو داری من دارم ببین این که حالا این کار درسته یا کار غلطه، من خودم دارم ادعا میکنم که نمیدونم. خب تو میخوای بیای بگی که این اشتباهه، خب باشه اشتباهه، خب اصلا اشتباهه، اصلا همه کشور باید یه زبان بشه. خب من دارم ادعای رو نقد میکردم که امید میگفت تو کشورهای دیگه یک همچیزی، تو کشورهای دموکراتیک که همچی کاری رو نمیکنن، یک زبون ملی رو مقدس میدونن، خب و هر کی بخواد بیا یه همچیزی کنه به عنوان خائن اصلا اعدامش میکنن. خب من این حرفای امیدانا رو نقد کردم که این حرفش گفتم این حرفاش چرته. بعد هی تو میای برمیگردی به این که میگی خب اینا حالا زبون دوم سوم داره، این به ضرر کشوره و امیدانا درست میگه. من دارم میگم خب ببین بر اساس جوری حرفی که امیدانا میزد این حرفش اشتباهه، خیلی واضح هم اشتباهه. بعد تو میپری دوباره سر یه چیز دیگه. درست من نگاه کنم باش. ولی کلا میخواستم اینو بگم که یعنی این تدریس به زبان مادری که الان مود شده توی ایران دارن میگن کردها ما میخوایم به زبان خودمون درس بخونیم یا بلوچا دارن اینو میگن، این باعث تجزیه ایران خواهد شد، یعنی زمینه تجزیه سازی ایرانه. الان شما توی بلژیک از قسمت هلندی زبانش بری توی قسمت فرانسوی زبان اصلا باهات حرف نمیزنن، یعنی نمیتونن با هم دیگه صحبت بکنن اصلا، نه اینکه نتونن، نمیخوان اصلا با هم صحبت بکنن. الان این قسمت ببخشید توی الان من چک کردم توی بلژیک 22% مردم آلمانی صحبت میکنن.
22%، ولی به هر حال کوچیکه دیگه. 22% شاید 22% کوچیکه. خب ببین زبون داچ، داچ 55%، فرانسوی 39%، نه آره 39% زبون اولشونه. آها ببین داچ 55% زبون اولشونه، 16% زبون دومشونه، یعنی 71% به طور کلا میتونن داچ صحبت کنن. فرانسوی 39% زبون اولشونه، 49% زبون دومشونه، به طور 88% میتونن فرانسوی صحبت کنن. جرمن آلمانی زبون اولشون زیر 1%، ولی 22%شون زبون دومشونه، یعنی به طور کل 22% مردم بلژیک میتونن آلمانی رو بلدن، ولی زبان مادریشون نیست. اون قسمتش خیلی کوچیکه بود که آره، ولی اون قسمت هلندی زبان مادریشون هلندی درست. ولی 22% مردم بلژیک میتونن آلمانی صحبت کنن. درست. حالا این بزرگترین مشکل، بزرگترین معضل بلژیک همین دو زبانه بودنشه در اصل. یعنی همین داره بلژیک رو کاملا تجزیه میکنه از هم دیگه، یعنی تنفر داده کانادا رو. ولی خب به خاطر همین مشکل زبانی شما برید توی قسمت فرانسوی زبان، تمام تابلوها به فرانسویه، اصلا هلندی نوشته نشده. همه مشکلاتی که بلژیک و ببین کانادا هم اینجوری هست، ولی این مشکلاتی که داری میگی اینو نداره کانادا الان. هم به نظرم بلژیک وضع مردم به نظرم به طور کلی از مردم ایران خیلی بهتره. کانادا هم تو اینجوری که من دیدم برای سامان وضعیت مردم با این دو زبانیشون به شکلی تو خطر نیفتاده. خب من هر مشکلی که مردم بلژیک دارن، خب من میتونم بهت بگم که به طور به شک خیلی کم وضع زندگی مردم بلژیک از مردم ایران به شدت بالا بهتره. درسته بهتره. اون که در اون که از هیچ شکی نیست. ولی ما اگه ایران یک پارچه رو بخوایم، امید بهت بگم اسمتو گذاشتی ایران. خب بهت میگم ایران. یه اسم دیگه نداری؟ خیلی عجیبه بگم. خب ایران جان. هومن جان. این که تو میگی در این شکی نیست که وضع مردم بلژیک وضعشون از زندگی از مردم ایران بیشتره، این یک چیزیه که امیدانا با تو به شدت مخالفه. درسته. آره من ها که نمیگم امیده دارم هرچی میگه درسته، من هم نمیگم که میگم خیلی چیزایی اول... میگه خیلی چیزایی که میگه درسته، خیلی شاید نمیتونه خوب بیان بکنه. مثلا حضور اتفاقا برعکسه، خیلی حرفش غلطه ولی خیلی خوب بیان میکنه. از لحاظ بیانی ایشون خیلی کارش درسته. از لحاظ نظر من اگه توهین نمیکرد یا با لحن بهتری صحبت میکرد، خیلی میتونست حرفشو بیشتر چیز بکنه. یعنی تو خیلی جا درست داره میگه. شما ببینید اپوزیسیون، شما اگه جمهوری اسلامی بره میخوای چیکار بکنی؟ خب ببینید من این که ببین شما یه سری حرف میگه وقتی که جمهوری، من جواب بدم یا ندم؟ بفرمایید. این که اگه این جمهوری اسلامی بره، خب اگه برانداز بشه، من خیلی شک دارم که یک چیز بهتر ممکنه بیاد سر جاش. من به نظرم یه خرط و خری ممکن، نمیدونم چی میشه. خب اولا که این نقد این که اپوزیسیون که این اپوزیسیونی که ما داریم خیلی بی ارزه است و حتی یه گروه جدی هم نتونستن بعد از 43 سال تشکیل بدن، اینا رو که ما تو برنامه خودمون همیشه میگیم. خب این که واضحه، اینو کی نمیگه؟ این خود اپوزیسیون هم اینو میگه. خب یکی این که مثلا اگه برانداز بشه، من مثلا یه چیزی که میترسم اینه که توی خرط و خری که بعد از برانداز میشه، ممکنه چیزی که جاش بیاد یه حکومت شیعه دیگه بشه. خب حتی یه حکومت شیعه دیگه بشه که از اینم بدتر باشه. خب من که نمیدونم چی میشه بعد از برانداز. خب هیچ گروه مثلا برای همین من خیلی مثلا من نمیگم که براندازی من موافق براندازی هستم. خب ولی بیشتر من فعالیتم رو میذارم روی کار روی مردم ایران به جای اینکه روی حکومت ایران. میدونی نظرم چه؟ یعنی نه خودم، من هر کم، یعنی کسایی هم که مثل ما این فعالیت رو میکنن، به نظر من از پایین به بالا ساختن، از پایین به بالا براندازی کردن بهتر از بالا به پایین براندازی کردنه. چون که تا وقتی که از یعنی پایه تمدن ما شفا ندیم، هرچی رو از بالا برداریم دوباره سر جاش همون یه چیز بدتر میاد. خب
این چیزا رو من چیزایی رو که نقد کردم از امید دانا چیزای دیگه بود. ببین بالاخره جمهوری اسلامی کارای حالا شما بگی که اینا برانداز بشه خوب میشه بد میشه بدتر میشه بهتر میشه، من نمیدونم. من آینده نگری به قدرتی که خیلی ادعا میکنن نیست، من نمیدونم چی میشه. خب اتفاقا فکر میکنم هر کسی هم که ادعا میکنه که همه چی خوب و گل و سنبول میشه، همه چی عالی میشه، و حتی کسایی هم که میگن نه چی میدونم سوریه میشه، جنگ داخلی 10 ساله 20 ساله میشه، جفتشون که با قطعی اینو حرف میزنن، جفتشون قطعیت بودن این حرفشون اشتباهه. خب یعنی هم کسایی که میگن گل و سنبول میشه حتما دارن چرت میگن، برای اینکه کسی نمیتونه این چیزا رو به خوبی پیش بینی کنه، هم کسایی که میگن نه حتما سوریه و لیبی و اینا میشه به قطعی، اونا هم چرت و پرت میگن چون کسی نمیتونه به قطعی چیزی رو اینجوری پیش بینی کنه. خب برای همین چون من نمیدونم چی میشه، من تنها چیزی که میدونم اینه که این جمهوری اسلامی یک حکومتیه که به شدت داره حقوق بشری رو داره نقض میکنه، کلی مردم رو سرکوب میکنه، آزادی بیان نداره، سکولاریسم نداره، و من اینا رو به شدت نقد میکنم و باهاش میجنگم، و تا اونجا هم که میتونم تاثیر کمی هم که دارم سعی میکنم طرز فکر مردم رو از پایین به بالا عوض کنم. حالا این هر چه تاثیر تا وقتی که حرف ما درست باشه، تأثیری که میذاره به طور میانگین باید مثبت باشه. خب حالا چه برانداز بشه چه برانداز نشه، ما حرف حق رو حرفی که ما فهم کنیم حق رو تبلیغش رو میکنیم. حالا این هر نتیجه ای داشته باشه، همون نتیجهش به نظر من تأثیر مثبتش از منفیش بیشتره. و این حکومت حالا چه برانداز بشه چه نشه، دفاع ازش به نظر من به شدت غیر منطقیه به خاطر کارهایی که داره میکنه. خب شما میگین که توی عراق و اینا داره از مرز ما دفاع میکنه، تو عراق داره از مرز ایران دفاع میکنه، تو عراق داره از مرز ایران دفاع میکنه. خب اگه تو عراق میشه از مرز ایران دفاع کرد، خب آمریکا هم حق داره تو عراق بیاد از مرز آمریکا دفاع کنه. یعنی این حرفا ببین تمام مشکلات امنیتی که مردم ایران دارن به خاطر این ماجراجویی این حکومت توی منطقه است. یعنی این حرفای بلایی که دنیای بین المللی داره سر ایران میاره به خاطر این حکومت جمهوری اسلامی که ما داریم. خب این دفاع از مرز و اینا، ببینید شما کشورهایی رو که امیدانه ازشون نقد میکنه به عنوان نوکر آمریکا، کسایی که مثلا بدون اجازه آمریکا حتی یه فشنگ هم نمیتونن بسازن، مردم این کشور، این حرفایی که میزنه که چرت هم هستمش، مردم این کشورها یک ذره احساس غیر امنیتی نمیکنن. مردم ایران خب به شدت احساس غیر امنیتی میکنن. تو میگی به خاطر جمهوری اسلامی اینا داره ازش دفاع میکنه، اتفاقا احساس غیر امنیتی که مردم ایران میکنن از خود حکومته. خب یعنی مردم ایران امنیت ندارن، خود حکومتی که داره میگه ازش دفاع میکنه اکثر حکومتی که افتاده به جونشون. یعنی چی؟ یعنی من شما ما یه نفر باید بیاد مردم ایران از خود حکومتشون نجات بده. مشکل مردم ایران درسته که حکومت بده، ولی ما متاسفانه ایران در منطقه‌ای قرار گرفته که دور تا دورش پر از کشورهایی که دشمن ایران هستن، دشمن ایران ایرانی هستن، کشورهای عرب زبان سنی مذهب و حتی کشوری مثل افغانستان دشمنای ایران هستن، عربستان. یعنی فرصت گیر بیارن، شما دید زمان جنگ شما دیدید که صدام حسین چیکار کرد، فرصت گیر بیارن ایران رو نابود میکنن. ایران تو منطقه قرار گرفته که دور تا دورش پر دشمنه، تا اکثرشون هم دوستن با آمریکا. آمریکا اومده از 10000 کیلومتر این طرفتر از مرز خودش داره دفاع میکنه، مرزش رو 10000 کیلومتر گذاشته اینجا. اسرائیل مرز خودش از در لبنان داره از مرز خودش دفاع میکنه. ایران چرا نباید حق داشته باشه که از مرز خودش در عراق و سوریه دفاع بکنه؟ شما خب این پس یک در واقع ایران قدرتش رو داشته باشه تا مرز آمریکا هم میاد از مرز خودش دفاع میکنه. خب تو ونزوئلا میره کشتی اینا میفرسته. خب یعنی خب چرا که نره؟ وقتی آمریکا میاد 1000 کیلومتر این طرفتر، ایران هم بره. باشه پس آمریکا هم پس شما دارین حق میگین که آمریکا هم پس حق داره، پس بر اساس این حرف شما آمریکا هم حق داره. آمریکا ببینید، آمریکا به زور اومده تو خلیج فارس، کسی دعوتش نکرده.
ایران وقتی که هشت شبی میاد توی عراق، میاد مردم سنی نشین و میاد خونه هاشون آتیش میزنه، میاد این همه سنی ها رو شکنجه میده، میاد این همه آدم ها رو حذف فیزیکی میکنه فقط به خاطر که سنی هست، میاد دموگرافیک انجینیرینگ میکنه تو عراق، میاد بچه های افغانی رو میاره توی جنگ، میاد هشت شبی برای چی توی... اومد؟ آیا نه ببین باید ببین ما از آمریکا همیشه دفاع نمیکنیم. ما آمریکا خیلی کارا کرده که نقد میکنیم، خب ولی شما یه طرفه صحبت میکنید، شما یه سری کارهای آمریکا رو نقد میکنید، خب ولی همون کارا رو اگه جمهوری اسلامی بکنه میان افتخار میکنید. ما استانداردمون یکیه، خب ما نه ببین آمریکا، من دارم میگم آمریکا وقتی که اون کارا میکنه شما از ایران ایراد نگیرید که چرا این کارا میکنه. ما جفت ما هر موقع هر کسی اومد بدون مردم جایی رو سرکوب کرد، چه آمریکا باشه چه جمهوری اسلامی، جفتش رو نقد میکنی. خب شما اگه میگین چون آمریکا این کار کرد ایران حق داره، خب برعکسش هم میشه گفت، جمهوری اسلامی، میگم ایران، جمهوری اسلامی این کار کرد حق داره، خب آمریکا میتونه بگه خب پس جمهوری اسلامی این کار کرد، پس دولت آمریکا هم پس حق داره. یعنی این چرخشی میشه که همه حق دارن. خب برای دیگه اگر آمریکا داعش رو به وجود نمی آورد تو عراق، احتیاج به هشت شبی نبود. خب ببین این که میگین ببین داعش رو هم آمریکا به وجود آورد تو عراق، هم جمهوری اسلامی. الان شما مدرک شما چی از جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی هیچ منافعی نداره در برابر داعش. منافعش چیه؟ یعنی جمهوری اسلامی داعش یه گروه تروریستی سنی مذهبه که هیچ سنخیتی با اسلام شیعه نداره. چرا جمهوری اسلامی داعش بهترین بهونه بود برای این خواب خمینی که بتونه بیاد این هلال شیعه و امپراتوری شیعه رو درست بکنه. داعش بهترین نعمت بود برای جمهوری اسلامی. خب اونم یه دیدگاهه. داعش باعث شد که بتونیم عکسای یعنی جمهوری اسلامی بتونه پوستر خمینی و خامنه‌ای رو برای اولین بار تو بغداد، چیزی که خمینی اصلا فکرش هم نمی‌کرد بتونه یه روز تو زندگیش ببینه، برای اولین بار پوسترهای خمینی و خامنه‌ای رو توی بغداد گذاشتن به خاطر داعش. اومد الان عراق داشت نزدیک میشد بشه یه استان ایران دیگه، الان در جلوش یه مقدار گرفته میشه، ولی ایران جمهوری اسلامی داشت عراق میکرد یه استان دیگه ایران به خاطر داعش، به خاطر نعمتی که داعش داد. ببین اینا همش هم اشکالات اینا رو تقصیر آمریکا هم هست، یعنی به شدت تقصیر آمریکا هست. یعنی خیلی از پیشرفتایی که جمهوری اسلامی تو منطقه کرده به خاطر کارهای احمقانه ای که دولت آمریکا کرده. یعنی اینا هدیه هایی که دولت آمریکا به جمهوری اسلامی یعنی درسته که درست شدن داعش هم تقصیر آمریکا، دولت آمریکا بوده، ولی نه از عمد. هم تقصیر جمهوری اسلامیه، هم تقصیر دولت آمریکاست درست شدن داعش، ولی جفتش نه از عمد، به نفع جفتشون هم شد. خب داعش هم به نفع دولت آمریکا شد، هم به نفع جمهوری اسلامی شد. چقدر اسلحه فروشی توی شرکت‌های آمریکایی بیشتر شد به خاطر به وجود اومدن داعش. یعنی من توهم توته ندارم، چون این کسایی که توهم توته دارن فکر می‌کنن که اینا با عمد به وجود اومده. من نمیگم اینا با عمد به وجود اومده، خب ولی با اینکه با عمد داعش به وجود نیوردن، در نهایت به نفع جفتشون شد. درست در حال باش. خیلی ممنون که گذاشته صحبت کنیم. خواهش هومن جان، اگه میشه دفعه بعد اگه میخوای بیای از امید دانا دفاع کنی، یکیش رو انتخاب کن، خب یک مورد رو انتخاب کن، خب که روی که مثلا نپریم بالا پایین، که بتونیم دقیقاً بریم توی دیتیل مثلا یک موضوع خاص. خب نه من مدافعش نیستم، متأسف بعضی چیزا رو واقعا درست میگه. شما ببین، خب نه همون چیزایی که میگی درست میگه. باشه نه گفت اینا رو، خب ولی همون چیزایی رو که میگی درست میگه، خب یکیشو انتخاب کن، اون یکیشو. خب یعنی مثلا نگو بیا این 10 تا چیزو درست میگی، چون من 10 تاشو نمیتونیم با هم، مثلا یکیشو انتخاب کن، بگو این یکی رو امیدانه، آرمین تو اشتباه میگی، امیدانه درست میگه. بیا اونو با هم بحث میکنیم، بعد ممکنه یه دفعه بعد یکی دیگه شو بحث میکنیم که بتونیم قشنگ بریم توی جزئیات هر کدوم از این موضوعها. باشه چشم، خیلی ممنون. و ممنون من اینجوری خیلی ممنون که اومدی نقد کردی. خیلی به نظر من این کاربرد زیاد داره. ممنون، مرسی. خداحافظ. فعلا خداحافظ.